استقلال در این مسابقه ندارن و تیم آرارات هم بچه های محل رافی هستن که البته 4-5 تاشون عضو باشگاه آرارات تهران هستن. تیم استقلال تهران رو که با پیراهن روشن، پیراهن سفید، شورت سرمه‌ای و جوراب سفید میبینید، محمد خضرایی، شاهین بیانی، عباس نایبی، مرتضی باباخانی، ضیاء قریشی، شاهرخ بیانی، حسن احدی، پرویز مظلومی و یه ارمنی به نام ویگن انبرچیان تشکیل میدن و در تیم فوتبال آرارات روبیک خاجوی کاپیتن و دروازه‌بان تیم هست، ویگن قازاریان، حامیک باباخانلو، جانیک ریحانیان، مارکار نرسسیان، رافیک باغداساریان، ویگن زینعلی، گارنیک شهبندری و آبو امیریان بازی میکنن. یک آوت صاحب میشن آراراتیا که گارنیک از اون جناح پرتاب میکنه. فرصت برای بازیکن شماره 8 رافیک باغداساریان بود که این ضربه به آوت میره. چیزای جالبی در حاشیه مسابقه دیده میشه، روی پشتبونای اطراف محل هم جمعیت نسبتا خوبی مستقر هستن و این نشون میده که کار ورزش رو به این آسونی ها نمیتونن که تعطیلش بکنن. یکی از دوربین های ما که داخل زمین مستقره تمام مقررات فوتبال رو نقض کرده و یعنی یه منحنی دورش کشیدن و این باعث شده که او داخل زمین بیاد و خط آوت رو یه مقدار جلوتر بیاره. یار شماره 20 شاهرخ بیانی صاحب توپ هست. بارون سختی که اومده زمین رو لغزنده کرده. بیانی بازیکن شماره 20 تیم استقلال، یه خطا که داور وارتان باباخانیان داور مسابقه اعلام میکنه به سود استقلال. پرویز مظلومی کاپیتن استقلال پشت این ضربه هست، مستقیم میزنه و خاجوی دروازه‌بان همون تیم محله رافی که حالا با عزتون ما همون آرارات بگیم که به دهنمون بیشتر معنوس هست، شهبندری. نکته جالب این هست که بلیت فروشی برای این مسابقه نمیشه ولی یه تعداد بلیت چاپ شده و جمعیت علاقمند خودش اقدام به خرید این بلیت ها به طور افتخاری میکنه. یعنی دیدن این مسابقه مستلزم هزینه ای نبوده ولی خود مردم کمک کردن و یه مقدار پول به هر حال جمع شده. چهار دقیقه رو میگذرونیم که بدون گل آرارات و استقلال مساوی هستن. پرویز مظلومی از راه دور، خاجوی توپ رو یه لحظه دفع میکنه این طرف برای یار میانی استقلال، به این طرف به شاهین بیانی، او به برادرش شاهرخ، بازیکن شماره 20 استقلالی. در راه توپش رو میگیرن. آبو امیریان بازیکن تیم آرارات که در این روز هم بازی میکنه، توپ به عقب برای یار 5 باباخانلو، با ویگن انبرچیان هم مسلک خودش یه درگیری داره که توپ رو سرانجام استقلالیا میرفتن که صاحب بشن. مارکار نرسسیان، توپش به پرویز مظلومی میرسه، از او به گارنیک شهبندری بازیکن قدیمی تیم آرارات و خضرایی. بیانی به خودش، مظلومی، خاجوی بلند یه توپو برای خط حملهش میفرسه. نکته جالب این هست که این زمین گنجایش تنها از هر تیم 9 بازیکن رو داره و در هر تیم 8 نفر در وسط میدون و 1 نفر در دروازه، 9 نفر کار میکنن. بیانی به برادرش، او به شاهین، به مظلومی،
یار پنج حامیک بابا خانلو این ضربه رو برمیگردونه که بیانی ابو امیریان میبینید که در چه زاویه‌ای دانش صدیق کامرامن ما با چه مشکلات مواجه هست. یه توپ نفوذی که بیانی سرانجام توپ رو دفع میکنه به اون جناح برای حسن احدی میفرستن، یار شماره 21 که تیم فوتبال استقلال. مظلومی حالا توپ رو مال خود میکنه و قصد شوت داره. یه بار دیگه برای بیانی، مظلومی در کنارش هست، او به برادرش پاس میکنه. فرصت برای یار 15 استقلال که انبرچیان باشه. صبح که ما برای انجام مسابقه دیگری به گود شهرزاد رفته بودیم، اونجا هم همین قوقا بود و تمام زمینای سر راه هم به همین ترتیب پر از علاقمندایی بود که مسئولیتی رو هم از کسی نخواسته بودن در قبال کاری که انجام میدن. خزرایی یه توپ برای قریشی، بازیکن شماره 12، این طرف برای بیانی. بیانی برای نایبی به مظلومی، مظلومی برای اون جناح که راهشو میبنده، ویگن قازاریان. ابو امیریان توپش به یار شماره 10 آرارات ویگن زینعلی میرسه برای 8 که باغداساریان باشه. بیانی در راه توپشو میزنه، یه بار دیگه خود باغداساریان. و این یار شماره 20 شاهرخ بیانی از استقلال هست که ناراحته با تمام مسائلی که در حاشیه این مسابقه هست، ناجوری زمین، تماشاچی که تا لب خط نشسته، محل نه چندان مناسب، ولی اون چیزی که جلب نظر میکنه نظمی هست که افرادی که دور و بر این میدون کار میکنن سخت مشغول هستن که این نظم به هم نخوره. شاهین بیانی به شارخ، شارخ بیانی، مظلومی فریادی میکشه و تو میره، منتها یار پنج حامیک بابا خانلو راهشو میبنده. یه توپ حالا مظلومی هست و یار 12 آرارا که ویگن قازاریان باشه. روبیک خاجوی دروازه‌بان و کاپیتن تیم ارامنه این ضربه رو میزنه. میبینید که به علت کوچک بودن مساحت زمین گاه توپا این دروازه اون دروازه میشه. نایبی بیانی پرویز مظلومی یه توپ برای انبرچیان میفرستن که وسط راه بابا خانلو راهشو میبنده. حالا پرویز مظلومی که بابا خانلو یه بار دیگه توپشو زد. حالا یار 8 تیم ارامنه باغداساریان صاحب یک آوت میشه. حامیک بابا خانلو این ضربه رو پرداخت میکنه. 5 یه پاس برای گارنیک از راه دور. عوض 10 دقیقه و چند ثانیه رو میگذرونیم بدون گل. آرارات و استقلال در بازی که به سود مناطق جنگ زده و درآمد حاصله رو به اونجا اختصاص میدن مساوی هستن. ابو امیریان صاحب یه توپ میشد که بیانی راهش رو یک لحظه میبنده. حالا گارنیک فرصت داره. گارنیک اتفاقا صاحب شوت‌های خوبی هست. اون زمانی که
در آرارات قدیم بازی میکرد و چه زمانی که به دارایی اومد خوب کار میکرد. بیانی به او یکی بیانی وسط برای ویگن انبرچیان، به اون جناح برای احدی که یار چهار نرسسیان راهشو میبنده. بابا خانی از استقلال که بابا خان رو توپشو بر میگردونه یه بار دیگه، خود بابا خانو یار شماره پنج تیم آرارات که بیانی رو رو در رو داره، او رو جامیز داره، میرفت که داخل محوطه بشه، شاید کار بیانی بوی خطا میداد. بابا خانلو ندیدیم توی این بازی. حالا گارنیک یه توپ خوبه دیگر رو صاحب هست، خطا، خطای مسلم یار دوازده قریشی. حالا کم کم این بچه ها میفهمن که تو محل خودشون بازی میکنن و اینجا استقلال کمتر هواخواه داره. ویگن زینعلی بازیکن شماره ده آرارات برای گارنیک، وارتان بابا خانیان داور مسابقه دستور تکرار ضربه رو میده. یه بار دیگه گارنیک به توی دروازه استقلال، ضربه عالی گارنیک شهبندری، منتها اجازه بفرمایید نوریک مهرابیان کمک داور اون طرف اعلام آفساید میکنه. ضربه جانانه گارنیک شهبندری گلی رو برای آرارات ثبت نمیکنه. انبرچیان یار 15 استقلال، درست که گلی ثبت نشد به سود تیم آرارات، اما این چیزی رو از ارزش ضربه زیبای گارنیک کم نمی کنه. هجده دقیقه رو میگذرونیم، بدون گل مساوی هستن. توپ لابد توی مغازه جایی رفته که حالا برش میگردونم. برای یار ده زینعلی، احدی توپشو بر میگردونه، گارنیک سر حال و یار شماره هشت تیم آرارات که باغداساریان باشه ضربش به جایی نمیرسه. احدی، بیانی، مظلومی، ببینید که اون مطلبی که گفتم، مظلومی تا توپو گیر میاره پشت محوطه جریمه، سعی میکنه که شلیکی رو داشته باشه. بیست و نه دقیقه رو بدون گل پشت سر میگذاریم، توپ در اختیار بابا خانلو، احدی توپشو بر میگردونه به ویگن انبرچیان. یه گل میتونه خیلی کارا رو تو این بازی انجام بده. به نظر خطای یار آراراتی می اومد، داور چنین تشخیصی رو نداره و گارنیک شهبندری بازیکن 14 آرارات صاحب این توپ است، به ابو امیریان اوستری و بی امان برای یار شماره 10 شون ویگن زینعلی. خطا، خطای زینعلی، توپ در اختیار بیانی. به مظلومی که بابا خانلو این طرف احدی رو اداره میکنه، تو به ابو امیریان، از او به گارنیک شهبندری،
به زینعلی و در راه قریشی صاحب توپ میشه. باز محمد نایبی، شعبندری و نایبی به آن. بیانی یه توپ که 12 ویگن قازاریان که تا اینجا با تسلط کار کرده، این بارم توپو میزنه. آوت برای استقلال. شاهین بیانی به ضیاء قریشی برای مظلومی و ریحانیان. ریحانیان به ویگن زینعلی، به گارنک شهبندری، به خود زینعلی برای آبو امیریان و در راهی کورنر از ضربه یار 10 عباس نایبی برای آرارات حاصل میشه. منتها جایی نیست که شهبندری بتونه دورخیز بکنه. حالا میزنه، بیانی برمیگردونه، زینعلی قشنگ و به پشت دروازه. ویگن زینعلی بازیکن آراراتی بود که این ضربه خوب زد. نزدیک به 32 دقیقه رو پشت سر میگذاریم که ویگن انبرچیان از استقلال صاحب توپ هست. احدی آت پرتاب میکنه، مظلومی، باغداساریان، بیانی، ویگن زینعلی، شهبندری، ریحانیان این آتو پرتاب میکنه و تکرار میشه. سری توپو میفرستن، یه عده‌ای تو خیابون مستقر هستن و راهنمام که زیاده روی پشت بونا، اونا اشاره میکنن که توپ کدوم ور افتاده و چجور هست. حالا به حسب این که توپ سنگین و خیس و گلالود شده بود، بابا خانیان توپ رو تعویض میکنه. داور مسابقه گارنیک برای زینعلی، مظلومی برای ویگن زینعلی، ابو امیریان به گارنیک شهبندری. بابا خانی توپشو میزنه، خود گارنیک برای ریحانیان. یه توپ خوب به مظلومی میرسه، منتها کند عمل میکنه. بیانی فرصت داره و توپش به آوت میره. 34 دقیقه رو میگذرونیم بدون گل مساوی. باغداساریان یه توپ نفوذی برای آبو، ضربه آبو امیریان. حالا یه بار دیگه امیریان، بیانی ادارش میکنه توی محوطه جریمه استقلال و به اون بیانی میرسه، از او به ویگن انبرچیان. این کناره فوق‌العاده خطرناک هست، ولی به هر حال انبرچیان هر جور که هست توپ رو میرفت که صاحب بشه، که یار 4 مارکار نرسسیان توپشو میگیره و به ویگن زینعلی میرسونه. گارنیک شهبندری، توپ زینعلی جا میمونه و به بیانی میرسه. شاراخ بیانی به ویگن انبرچیان، باغداساریان، ویگن زینعلی، یه توپ به آبو امیریان، او عوض میکنه برای گارنیک شهبندری، او به خود ویگن. خطای ضیاء قریشی